مقاومت ایران امروز با صدور اطلاعیه گزارش های محرمانه درونی رژیم آخوندی از سفر مالکی به تهران و قم را فاش کرد. بر اساس این گزارش ها مالکی بهترین گزینه برای رژیم در عراق است. رژیم با ابراز حمایت از مالکی در صدد وادار کردن سایر جریان های عراقی به ویژه جریان های شیعه به تسلیم در مقابل مالکی است. در آمدن عراق از سلطه آمریکا و حضور مجاهدین در عراق دو موضوع اصلی گفتگوی سردمداران رژیم آخوندی با مالکی بوده است. سفر مالکی به تهران و قم، انزجار مردم عراق از مالکی و انزوای او در میان نیروهای عراقی را تشدید کرده است. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است، طبق گزارش هایی که از دفتر خامنه ای و شورای عالی امنیت رژیم آخوندی به مقاومت ایران رسیده است، هدف اصلی سفر نوری مالکی به تهران و ملاقات او با خامنه ای این بوده که به همه جریانات وابسته به نظام در عراق و عموم جریانهای شیعه نشان داده شود نخست وزیری مالکی مورد تایید کامل نظام جمهوری اسلامی است تا بقیه جریانها وادار به پذیرش او بشوند. یک گزارش از دفتر خامنه ای تصریح می کند ما از قبل هم نخست وزیری مالکی را تایید می کردیم زیرا او 100% حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران و بهترین گزینه است. اما سفر ایشان به ایران و ملاقات مقامات نظام با ایشان اشاره‌ای به دیگران است که ایران هنوز بر این عقیده است که مالکی باید نخست وزیر شود. وقتی حضرت آقا خامنه ای مالکی را به حضور می‌پذیرد، برای این است که آقای عمار حکیم متوجه این موضوع بشود که ما آقای مالکی را می‌خواهیم. این معنی ملاقات است. بر اساس این گزارش‌ها در ملاقات با خامنه ای راهکارهایی به مالکی داده شد که چگونه بقیه جریان‌های شیعه به خصوص مجلس اعلی را به حمایت از خود وادار کنند. در این ملاقات‌ها برای مالکی مشخص شد که روی چه موضوعاتی متمرکز شود و از چه موضوعاتی اجتناب کند. در این گزارش‌ها همچنین تصریح شده است دو موضوع اصلی رژیم با مالکی یکی چگونگی درآمدن کامل عراق از سلطه آمریکا و دیگری صحبت بر سر منافقین بود. ملاقات مالکی با جلیلی دبیر شورای عالی امنیت رژیم بیشتر سر نفاق و خروجشان از اشرف و عراق متمرکز بود. راه حل جمهوری اسلامی این است که در مرحله اول دولت عراق فشار بر آنها را زیاد کند و سیطره کامل روی منافقین داشته باشد. چگونگی و راه‌های فشار آوردن نیز در این ملاقات‌ها به آقای مالکی گفته شد. مرحله دوم این که منافقین را از مرزهای ایران دور کنند و به مناطق دورافتاده در دو یا سه اردوگاه منتقل کنند تا وادار به بازگشت به ایران شوند.